اقدامات تازه حکومت فقیه علیه زنان ایرانی در این مسیر شهرداری تهران اعلام کرده است از استخدام جدید زنان و دختران ایرانی خودداری خواهد کرد. این اقدام شهرداری تهران مورد حمایت وزیر دادگستری حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی نیز قرار گرفته است. آن سوتر در ادامه بحران میان جناح‌های تشکیل دهنده حکومت ایران، جناح هاشمی رفسنجانی سندی از جناح مصباح یزدی افشا کرده است و در عرصه منطقی بحران میان حماس و فلسطینی‌ها همچنان رو به گسترش دارد، در حالی که حکومت ایران از زبان ولی فقیه رهبر این حکومت بار دیگر خواستار نابودی اسرائیل شده است. این در حالی است که گفته می شود گروهی در سازمان حماس با اشاره تهران بحران تازه میان اسرائیل و فلسطینی ها را برانگیختند. در این حال کارشناسان برانند که حکومت سوریه از این بحران بهره بسیار میبره. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم، این بار از لس آنجلس با شما خواهم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستن میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر در استودیو لندن آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای دکتر نوری‌زاده عزیز سلام به شما در لندن. منم سلام عرض میکنم جناب چالنگی عزیزم، سلام و درود به شما، به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا با سلام به شما، در این چند روز که ما دور هستیم از واشنگتن در لس آنجلس هستیم، امیدوارم هوا اونجا همچنان خوب باشه. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، خدمت های دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. هوا اینجا هم گرمه هم مرطوبه، اوج تابستان واشنگتن. ضمناً ما پایتخت رو نگه داشتیم، تاقش زمین نیاد تا شما برگردیم. پایتخت رو همین که آقای اوباما گوشهش هم شما نگه دارین کافی ارز کنم خدمتتون نداشتیم. بهر ممنون از لطفتون. آقای نوری‌زاده عزیز، خبرها خب خیلی زیاد هست، نخستش مسئله زنان هست. آقای حسن روحانی خیلی سخنانی درباره حقوق زنان گفته بود و چنین و چنان، اما میبینیم که یک موج جدید شهرداری تهران، آقای قالیباف و بقیه حرفای زدن و بقیه در مجلس و در حتی دولت، خود و وزیر دادگستری آقای روحانی گفته بسیار کار خوبی است این اخراج یا استخدام نکردن زنان. جناب چالنگی عزیزم، جمهوری ولایت فقیه از روز تشکیلش 11، من دقیقا حساب کردم 11 حمله در فصول مختلف به صورت تدارکیده شده علیه زنان ایران داشته. 3 حمله با شکست روبرو شد در آغاز انقلاب. در یه موردش یادمه آقای اشراقی داماد آقای خمینی شب گفتن حجاب اجباری میشه، صبح برگشتن گفتن شکر خوردم، معذرت میخوام، این حرف درست نبود. مورد دیگر، بانوان ایران رفتن جلوی ساختمان نخست وزیری، یادم از آقای بنی صدر اومدن و بهشون گفتن که نگران نباشید،
و زنان ایرانی با شجاعت و شهامت ایستادن در برابر اوباشی که بهشون ناسزا میگفتن. و باز اون روز یادم نمیره شهرزاد هنرمند گرامی تمام اون مراسم و فیلم برداری کرد. مورد سوم که باز رژیم با شکست روبرو شد در فردای 30 خرداد بود که اینا باز آمدن و خواستن حجاب رو اجباری مطلق بکنن، ولی زنان ما مقاومت کردن. سپس دوران جنگ بود، دوران سیاهی و چادر و نکبت، دورانی که زن ایرانی فرصتی نداشت، پولی نداشت که لباسی تهیه کنه، ناچار عبا رو بر سر میانداخت که اون زشتی ها پنهان بماند، برای اینکه لباس نداشت باید لقمه نان برای فرزندانش تهیه میکرد. بعد از جنگ اینا دوباره دیدن نه، جامعه داره رنگ میگیره، نشاط پیدا میکنه، حمله رو شروع کردن. 4 حمله در زمان آقای رفسنجانی، 2 حمله در زمان آقای احمدی نژاد و 3 حمله، ببخشید 2 حمله در زمان آقای خاتمی و 3 یا 4 حمله در زمان آقای احمدی نژاد. و اینا همه برای مبارزه با زن ایرانی که پرچمدار مبارزه با رژیم جهل و جور و فساده، رژیمی که تمام وجودش رو سیاهی گرفته و میخواد بر سر زن ایرانی هم سیاهی بیاندازه و طاقت این رو نداره که این بانوی گرامی با همه فشارها و بدبختیها نماد زیبایی ملت ایرانه و همه جا حضور داره، در برابر اینا میسته. جنبش سبز که آدم واقعا میدید که دختران و زنان ایرانی چه کردن. این برای من سوال برانگیزه. آقای قالیباف که ادعا میکنه از جنس دیگری است، در شهرداری میره بعضی از رانده شدگان رو میاره به عنوان مشاور استخدام میکنه و در اونجا میخواد یه جست مدرن بودن رو نمایش بده، لباس شیک میپوشه، اتکلم میزنه، نمیدونم جلو کارمنداش مهمونی که میده تو هتل استقلال میده، چرا این آقا باید الان بیاد جلوی زنا رو بگیره کارمند زن استخدام نکنه؟ اگر جنایتکاری مثل پور محمدی حرف رو بزنه خیلی طبیعی است، ولی من از آقای قالیباف هیچ وقت انتظار نداشتم باده و شروع کننده این حمله جدید علیه زنان ایرانی باشه. اما مطمئن باشید جناب چالنگی، زن ایرانی از پس اینا برمیاد. چند روز بعد البته اشاره کردین که آقای قالیباف از جنس دیگریست. عرض کردم آقای قالیباف میخواهد نمایش بده که از جنس دیگریست. نگفتم بنده کردیت به ایشون نمیدم، ولی ایشون چنین تظاهر میکنه. چند روز قبل من یک ویدیویی که برام فرستاده بودن در برنامه‌ام گذاشتم که بعدم دیدم دیگرانم فرداش ورشتن گذاشتن، 4 تا دختر ایرانی تو خیابون یه آخوند رو گرفتن، حتما مشاهده کردی، پوست این آخوند رو میکنن. و منظورم اینه مگه اینا از پس دختر و زن ایرانی برمیان؟ همون تو خونه خودشون دختراشون جلوشون میایستن، کما اینکه دختران مصباح بودن که رفتن علیه فساد اخلاقی پدرشون شکایت کردن، دختر خلخالی بود که اومد علیه جنایات پدرش بلند شد و نمونه های دیگر. نوه آقای خمینی است که دخترش رو میفرسته کانادا و میره در اونجا جایزه میگیره، بی حجاب هم عکس میگیره. اینا نمیتونن از پس زن ایرانی بر بیان. درود میفرستن به زنان ایرانی که پرچم داره مبارزه علیه جهل و جور و فساد رژیم ولایت فقیه هستن. بعد همونطور که اشاره کردین آقای قالیباف ظاهرا در پی این بود که وانمود کنه از جنس دیگری، اما خب قالی ممکنه از جنس دیگری باشه، قالی تبریز، قالی کاشان، قالی ترقبه، اصفهان و تار و پودش از جنس مختلفی باشه، پشم خراسان، پشم اصفهان، گوسفندان یا هر چی که هست اصفهان، ولی قالیباف معمولا از یک جنس هست. آقای سازگارا، من در همین زمینه میشنویم این شعار زنان مساوات، آنچه که نقابی که آقای حسن روحانی بر چهره داشت در انتخابات و آنچه که امروز همچنان در ادامه مسیر 30 و چند ساله علیه زنان میگذره و مبارزاتی که زنان ایران داشتن از 23 بهمن ما از دولت موقت آقای بازرگان و که از حمایت حزب توده هم در ستیز با زنان برخوردار بود و بقیه، تفسیر شما رو میشنم.
بله والا البته من اظهار نظری از آقای روحانی ندیدم، ولی وزیر دادگستری خونریز ایشون اظهار نظر بسیار سخیفی کرده بودند. اما در خصوص مطلبی که در شهرداری تهران برای تفکیک زنها از مردها آقای قالیباف انجام داده، به نظر من در دو سطح میشه این دو بررسی کرد، یکی به اصطلاح سیاست خرد، یکی سیاست کلانه. بخش خردش به آقای قالیباف بیشتر برمیگرده. ایشون به نظر من یک مدت قالی مدرن بودن بافت و سعی کرد که آراء طبقات مدرن جامعه، مردم عموم مردم رو جذب کنه، به این نتیجه رسید که توفیقی در این زمینه نداره. الان ایشون چرخیده به سمت ارتجاعی ترین گروه ها و ابتدا 20,000 میلیارد تومان قرارداد بسته با سپاه، تمام پروژه های عمرانی شهرداری رو به سپاه داده، 10,000 میلیارد تومان قرار است نقد بدن از این 20,000 میلیارد تومان رو، و مصوبه شورای شهر رو هم نگرفته، برای اینکه میگه اسم این رو گذاشته موافقت نامه. متنی که شما وقتی میخونید یک قرارداد تمام عیاره و میگه چون موافقت نامه است مصوبه شورای شهر رو نمیخوام. و در واقع سپاهی که دستش از پروژه های نفتی کوتاه شده، بی پول شده، الان به سلامتی به خرج مردم تهران هرچی پروژه عمرانی دادن به سپاه و جیبشو پرپول بکنن، به امید اینکه از ایشون پشتیبانی بکنن. خوشرخصی دیگه ایشون، یعنی قالی جدیدی که ایشون داره میبافه، همین داستان زنانه که 200 نفر نماینده مجلس هم پشتیبانی کردن طی نامه‌ای، و آقای از همه خنده‌دارتر آقای پور محمدی است که فرمودن که این کار بهره‌وری رو بالا میبره، در حالی که یعنی این حرف مسخره، تمام ادبیات توسعه اقتصادی رو شما وقتی زیر و رو میکنید، بسیاری مقالات جدی و مهمی در سراسر دنیا نوشته شده، یه مؤسسه سایپ در امریکا که متخصص در واقع مسائل توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد هست، مقالات بسیار جدی و مهمی هست که اساساً یکی از لوازم مهم این که کشورهای توسعه نیافته توسعه پیدا بکنند این است که زنان جامعه راه براشون باز بشه، بیان در میدون کار، اشتغال، نوآوری، کارآفرینی، و در واقع یک مرتبه جمعیت فعال کشور گویی دو برابر میشه و بازده و راندمان اقتصادی کشور بالا میره. به امثال آقای پور محمدی و روحانیون دیگه‌ای که از این حرفا میزنن، باید گفت واقعا امثال آلمان، ژاپن، امریکا که بالاترین نرخ‌های بهره‌وری کار رو دارن، زنان دوش به دوش به مردا کار میکنن در محیط‌های مشترک، هیچ هم این نگاه منحرف این آقایون رو هیچ کس در این جاهای دنیا نداره و روابط زن و مرد بسیار طبیعی و متعادل حرکت. من در سطح کلان هم عرض کنم آقای چالنگی، واقعا به نظر من حکومت جمهوری اسلامی برای این که چنگ و دندان به مردم نشون بده در سطح سیاست کلان، هر وقت که میخواد فشار دیکتاتوری سرکوب رو بالا ببره، قشون به رخ مردم بکشه تو کوچه و خیابون، که الان بعد از ماه رمضان قرار اراذل و اوباشی با موتور سوار انصار حزب الله بیان توی خیابون مزاحم زن و بچه مردم بشن به اسم امر معروف، بند میکنه به زنا و وحشت خودش رو اولا از زنها نشون میده که ضرب شست اونها رو به خصوص در جنبش سبز چشید، و دوم هم این که این ترتیب در واقع نظامیگری خودش رو، سرکوب خودش رو به رخ بکشه. در حال به قول یکی از آیین روحانیون چندین سال پیش در دهه اول انقلاب بود، من از ایشون میشنیدم در جلسه خصوصی، میگفتش که ما آخوندا میگفت بالاخره به دست زنا سرنگون میشیم. بنده هم 100%
موافقم. حرکت بله، خب در این چند ساله چون این کردن همیشه علیه زنان دختران ایران اقدامات، بینندگان بهتر میدونن، شاهد بودن از نزدیک، اما خب راه به جایی هم برده نشد و همینجا هست که هست و نتونستن اون چیزی که قوانین شرعی حکومت فقیه هست تحمیل کنن به زنان و دختران ایرانی. بهره‌وری رو که اشاره کرده، خب در کنار آن چی که درباره تولید مثل گفته میشه، بهره‌وری متاسفانه در ذهن ملای شیعه چون پور محمدی که بیش از 3000 نفر رو هم در قتلشون شریک است، به هر حال چون این معانی ممکنه داشته باشه، زنان در خونه بنشینن تولید مثل فقط. اما آقای نوریزاده، بدون هیچ رودرواسی و بدون هیچ ستایش بی اساس از این ور قضیه که مردم باشن، مسئله زنان در ایران به نحوی مردان ایران یا اونهایی که تریبونی در اختیارشون هست یا میتونه باشه، این متاسفانه ناگفته مونده. به طور مثال من میگم تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی میره، اینو اون بارم در برنامه مطرح کردیم، نیمی یا شاید بیشتر از نیمی از مردم ایران زنان هستن جمعیت ایران. کوچکترین نشونی از اینها ما نمیبینیم، صحبت کرده باشن که اعتراضی، سخنی، حرفی، حدیثی در داخل، بیرون که آقا چرا بانوان به استادیوم ها راه پیدا نمیکنن. مسابقات والیبال هست در تهران، ما میبینیم والیبالیست های لهستانی هستن که تابلوی در استادیوم هم برپا میکنن، در اونجا میگن ما خواستار حضور زنان هستیم در استادیوم یا هر چی که هست. یک نفر از این ورزشکارای عزیز ما، گرامی ما، بسیار مهم ما و القاب دیگه، کوچکترین سخنی رو نگفتن در این زمین. و مردان، هیچ حرکت عمومی مردان رو نمیبینیم. متاسفانه حرفتون درست های چالنگ، کاملا متاسفانه درسته. و من یادم نمیره همون اوائل انقلاب بعضی از آقایون تحصیل کرده میگفتن خدا رو شکر خمینی اومد دوم زنا رو چید. بعضی ها ایدئالشون بود که به هر حال به اینجا برسن. اما بذارید من دو نکته رو بگم برای بینندگانمون شاید جالب باشه. جمهوری اسلامی موریتانی یک کشور نوپای آفریقایی است، مستعمره فرانسه بوده، بعدم موقعی که استقلال پیدا کرد آقای مختار ولد داده که رئیس جمهورش بود، ایشون یه مقدار تمایلات اسلامی داشت با وجودی که همسر فرانسوی داشت و کشور رو کردن جمهوری اسلامی موریتانی. چند روز قبل الجزیره یه فیلمی یک ساعته داکومنتری از زنان موریتانی نشون داد، اصلا شاهکار بود. یعنی من انقدر برام این جذابیت داشت این برنامه، چطور به عنوان بیزنس وومن اداره بانک ها امور مالی صرافی همه دستشونه، چطور در پارلمان فعالیت میکنن و چطور حقوقشون از حلقوم مردا در آورد. نمونه دیگه جمهوری اسلامی پاکستان. شما پاکستان رو ببینید چه خبره، هم اونجا القاعدستان داریم، هم نمیدونم طالبستان داریم، بخشایی از پاکستان اصلا از دست رفته است. علی رغم این زنان در پاکستان نقش بسیار اساسی دارن در سیاست، در یک وزیر خارجه داشتن، خانم ربانی جوان وزیر خارجه پاکستان بود، بعد بی‌نظیر بوتو در برابر چشم ما هست و زنانی که در پاکستان نقش‌های اساسی دارن. این بر میگرده، میخوام اینو بگم، چون نظام آخوندی نیست، برابر این زنان میتونن این نقش رو داشته باشن. اگر اخوان المسلمین در مصر مسلط میشدن، اونها هم به مرور همین نقشی رو برای زنان قائل بودن که جمهوری ولایت فقیه قائله. خدا رو شکر که موفق نشدن. این منتالیتیه، این ذهنیته. آخوند ذهنیتش چیه؟ 4 تا عقدی و 40 تا فلان توی خونه داشته باشه و ذهنیتش از زن کلفته. و بنابراین اینا میخوان این رو بر بانوانی اعمال بکنن که جدشون آرتمیسه، پوراندخت داشتن، آزرمیدخت داشتن، حتی دختر پادشاهشون که به اسارت به بارگاه خلافت میره رفتاری از خود میکنه
که خلیفه دوم برمیگرده به حضرت علی میگه این نجیب و اشراف زاده است، بهتر است که پسر تو با او یعنی به پسر تو برسه. ولی این بانو تا زمانی که امام حسین او رو به عقد خود در نمیاره، مطابق تحقیق ارزنده استاد بزرگوارم دکتر احمد مهدوی دامغانی تحت عنوان شاه دخت شهبانو شهربانو، این زن ایرانی بوده. و در طول تاریخ هم ما هر جا نگاه بکنیم زنان بزرگی بودن که هدایت مردان رو بخته داشتن، جامعه رو جلو بردن. راست میگوید آقای برگردیم که مردان، بله الان عرض میکنم راست میگویید. متاسفم از این که میبینم فوتبالیست ما میره بازیشو میکنه، این خیالش هم نیست که به زن ایرانی، به خواهرش، به مادرش، به دخترش، به فامیلش، به هموطنش اجازه نمیدن بیاد بازی رو تماشا کنه. والیبالیستا میرن و دختر ایرانی باید بره پرچم برزیل بگیره بره تو. چرا زن برزیلی میتونه بیاد و زن ایرانی نمیتونه بیاد؟ چون پاهای آقایون بیرونه، چون پاهاشون رو اونجا دارن میبینن. مگه تو خونه پای تلویزیون نمیبینن؟ ببینید اینا یک مشت آقای چالنگی، درد ما یکی دوتا نیست. درد ما اینه وقتی شاگرد سوهان فروش دوچرخه ساز میاد میشه وزیر و یه طلبه بی سواد جنایتکار به خاطر کشتن 4000 تا آدم میاد میشه وزیر دادگستری، اون رئیس قوه قضاییه‌مون، اون ادارات دیگرمون. تبعیض همینه. من آقای خامنه ای رو دیدم 40 سال پیش. آقای خامنه ای وقتی منبر میرفت به قدری فصیح و بلیغ راجع به مسائل اجتماعی سیاسی، حالا روزه میخونه، پیروز دم نشسته بود روزه میخون، آقای روحانی داشت روزه میخون. و این نشون میشه شاید به نظر میمد آقای نوریزاده آنچنان هم شاید همینطوری بوده دیگه، یعنی اون زمان اینطور به نظر میومد شاید. نه ولی آقای خامنه‌ای میمد، مثل میگم میشد راجع به یه موضوع اخلاق نمیدونم فلان طرف میزه، ولی الان روزه میخونه، یعنی شده روزه خونه 5 تومانی. ناطق نوری روزه خون بود، 10 تومن میگرفت میرفت منبر. ولی آقای خامنه‌ای که ادعا میکنه یه مولای با سواد، تحلیل میکنه از 10 تا ژنرال روسی موشک رو بهتر بلده مطابق گفته نوکرانشون، بعیده رهبر یک کشور بیاد بشه روزه بخونه. خب این منتالیتی در برابر زناست دیگه قربونت برم. خب البته میگه دیگه حافظ که وازان کین جلوه بر محراب منبر میکنن، دیگه مصرع دومش تصحیحش این هستش دیگه، چون یه کشوری رو بگیرن خیلی کارا میکنن. آقا نوریز واقعا همینطوره، دیگه خلوت نیست، علنه، یعنی نیازی هم نیست. به مصر اشاره کردن، خانم الهام شاهین بازیگر معروف سینمای مصر در زمان اخوان المسلمین وقتی که اعتراض کرد به اخوان المسلمین مورد فحاشی رهبران اخوان المسلمین قرار گرفت و از پا البته نایستاد، به دادگاه، به دستگاه قضایی مستقل مصر شکایت برد. اما بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، شعرا، نقاشان، استادان دانشگاه مصر، مردان حمایت کردند در کنار خانم الهام شاهین. این نکته رو من میخواستم بگم. باز پرسش من همون هست آقای سازگار. آقای مکارم شیرازی فتوا داده، استفتا شده از ایشون که زنان به استادیوم ها برن یا نه، گفته که خیر نباید برن، برای اینکه ورزشکاران مرد پوشش مناسبی ندارن و این باعث چیز هست. حالا من به این مسئله کار ندارم، کارشناسان مربوطه باید بیان جواب بدن که این مؤمنین و مؤمنات چرا چنین هستند که با دیدن پای یک ورزشکار یا موی یک دختر ورزشکار یا یک دختر و زن و بانوی گرامی ایرانی تمام دین و ایمانشون برباد میره. اما نکته مهمتر این هستش که این رو یک ورزشکار ایرانی در نیومد بگه، شاید به خودشون گرفتن که پرپاچه بسیار سکسی و تحریک کنن ای داره، من نمیدونم. برای من این پرسش مطرح هست که ورزشکارهای ایرانی که در عرصه بین المللی هم حضور دارند کلامی نگفتن در این زمینه، اما ورزشکاران لهستانی در تهران و قضیه رو هم به فدراسیون بین المللی والیبال بردن این موضوع. از شما میشتم این مایست. بله
البته خوشبختانه لیگ جهانی والیبال علی‌رغم همه تلاش‌های رئیس فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده، نامه‌ای نوشته به ایران و تا لیگ 2015 خواسته که ایران تعیین تکلیف بکنه و اگر نه در مورد حضور زنها در استادیوم‌ها و اگر نه مسئله شرکت ایران در لیگ جهانی زیر سوال قرار خواهد گرفت. خوشبختانه سازمان‌های جهانی که ایران محتاجشون هستش، یک بار هم بواسطه فدراسیون جهانی فوتبال این کار رو در مورد انتخابی بودن رئیس فدراسیون فوتبال ایران کرد و نهایتاً چاره‌ای نداشت ایران جز تمکین کردن. اما در خصوص تاریخ اسلام، من به عنوان یک دانش آموخته تاریخ دوست دارم دو نکته رو ذکر بکنم. یکی این که بانوی اول اسلام به اجماع شیعه و سنی و همه مورخین خدیجه است و خدیجه زنی بود که هم تاجر بود، هم مدیر بود و هم مدبر بود و هم اگر پشتیبانی او نبود اساساً اسلام شکل نمی گرفت. به این دلیل به نظر من این آقایون در واقع قرائتی از دین رو ارائه می کنند که دوست دارن برن و فقط اشک و آه بریزن و شاید عمدن این بخش تاریخ اسلام رو کنار می گذارن. نکته دوم آقای چالنگی، یکی از محققین بسیار ارزنده آقای ترکاشوند یا ترکاشوند، ایشون نزدیک به 5 سال زحمت کشیده و کتابی رو منتشر کرده که البته در ایران اجازه انتشار نیافته ولی روی اینترنت هست، تحت عنوان حجاب در عهد پیامبر و تحقیق درجه اولی است خداییش به لحاظ منابع و مآخذی که ایشون مراجعه کرده و خیلی خیلی جالب ایشون نشون میده که در عربستان اون روز و ظهور پیامبر اسلام و جامعه مدینه که دیگه پیامبر هم رئیسش بوده، اساساً حجاب این شکل شمایلی که الان آقایون میگن نداشته. دو تا تیکه لنگ به خودشون میبستن، در واقع نه این تصاویر که میگن فقر عرب‌ها اجازه نمیداده، هوا اجازه نمیداده و بعض خونه و غیره از هر بود بررسی کرده. به هر حال آنچه که بعداً اضافه شده، شکل گرفته و این وضع افراطی که اینها دارن میکنن یا کارهایی که داعش داره الان در موصل میکنه، ختنه زنان که موضوعی است که حتی شیخ الازهر فتوا داده بود خلاف شرع و داره اجباری میکنه، و یا کارهایی که امثال آقای مکارم داعشی های تهرانمون بگیم یا آقای خامنه یا انصار حزب الله میکنند، اینها به نظر من نوعی قرائت از اسلامه که در نهایت عقب افتادگی، بی سوادی و گاهی هم همونجور که عرض کردم عمدیست برای اینکه در واقع قدرت رو بتونند تثبیتش بکنند و بتونند که اون فرمان روایی که دارند انجام بدن. اما نکته این هستش آقای نوری‌زاده، در قرائتی یا در اسلامی یا برداشتی یا هر اسمی که داریم، چرا این همه فساد گسترده هست اما هیچ وقت مطرح نمیشه مگر زمانی که جناحی مصالح خودش رو در خطر ببینه؟ سندی که جناح آقای رفسنجانی الان علیه مصباح چیز کرده، به اصطلاح منتشر کرده، یا راجب آقای احمدی نژاد که در دولت آقای احمدی نژاد خوب خیلی کار انجام شد ولی این اقدامی که راجب زنان شد در دولت آقای احمدی نژاد انجام نشد، عدم استخدام زنان مثلا در شهرداری یا جای دیگه، بسیار کارهای دیگه هم شد البته. چرا اینها وقتی که سر کار هستند آقای رفسنجانی مثلا حرفی نمیزنن علی احمدی نژاد یا در این قرائت از اسلام؟ به گفته آقای سازگان حضور درس کنم، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. واقعا آدم تای قضیه، من با این موافقم که ما قبل از ظهور سید روح الله مصطفوی
واقعا ما مردممون معتقد بودن، دیانت داشتن، یک نوع فرهنگ تسامح و فرهنگ بخشش، فرهنگ دریافتن حال همسایه و دوست آشنا در جامعه ما وجود داشت. یعنی بنده بارها اینو گفتم و بازم میگم، به نظر من محمد رضا شاه پهلوی هزار بار مسلمانتر از سید روح‌الله خمینی و آقای خامنه‌ای و مصباح یزدی بود و جامعه هم یه جامعه بود که در یک خط اعتدال و تسامح و پذیرش همدیگر، تنوع و تکثر و پلورالیسم به معنای واقعی در جامعه وجود داشت. برای اینکه عیسی به دین خود بود، موسی به دین خود، شیعه سنی درگیری نداشتند، با هم زندگی میکردند و یک کشوری بود که نمونه بود در میان کشورهای اسلامی. ما هیچ مشکل مذهبی در ایران نداشتیم. این رژیم آمد و این مسائل رو آورد با قرائت جنون آمیز و متعصبانش، نه فقط از اسلام، از مذهب تشیع. مذهب تشیع یک مذهب منفتح بود، مذهبی که مبنای اجتهاد اصولا همین بود که شما چون اجتهاد تعدد داره متنوع، بنابراین مذهب هم میتونه، شما مقلد مثلا آقای شریعت مداری بودی با مقلد آقای خویی فرق میکردی، بنابراین اگر هم دین مدار بودی یا دیندار بودی مجال برات بود که تنوع داشته. حالا میگه نه، میگه من سید علی خامنه‌ای نشستم توی تهران توی کاخم و به مردم فلسطین میگم برین همتون کشته بشین، چون من اراده فرمودم که فلسطین از دریا تا دریا باشه، قوانین بین‌المللی هم قبول ندارم. خود فلسطینی هم که میگن اسرائیل به پشت مرزهای 67 بره غلط کردن. این منم که از اینجا چون دلار دارم میدم محمود زهار، میدم زندگی رو به هم بزنه تا من اسلام خودم رو در اونجا تطبیق بدم، منطبق کنم. بنابراین واقعا باز من میگردم به برمیگردم به فرهنگ خودمون و بازم به این برمیگردم، دفاع از دین نمی کنم، ولی حقیقتا باید یه جا گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، از تفسیر ماست، از آخوندهای ماست. اینو یهود هم داره، مسیحی هم داره، همه ادیان داره. مسلمانی، آقای نوری زاده، از مسلمانی اون زن ایرانی که تو خیابون در سرش میزنن با چماغ، قرائت خاصی از اسلام چه گناهی کرده؟ دارم میگم مگه ما قبل از انقلاب کسی تو سر زن میزد؟ من دارم میگم قرائت انسانی دین رو ما قبل از انقلاب شناختیم، میدونستیم. این چیزی که الان در مملکت ماست نه اسلام نه شیعه، از هیچی نیست، فاشیسم مذهبی، یک مش آدم متحجر عقب مانده مثل مصباح یزدی تئوریسینشون هستن. خود آقای مصباح هم تو که آقای رفسنجانی تو سندش فاش میکنه، برای اعزام 20 آخوند به آمریکا و کانادا تو شرایط پس از جنگ بدبختی ایران 150,000 دلار میگیره. این آدم های فاشیست که ذهنشون جز فاشیسم چیزی توش نیست، اینا هستن که آبروی دین، مذهب و همه چی رو بردن. و حقا حرف مرحوم شریعت مداری و بازرگان درسته که این انقلاب بزرگترین قربانیش اسلام و مذهب تشیع. خب البته وضعیت جوریست که آقای رفسنجانی که خودش هم مثل مصباح یزدی متهم هست به چپاول و دزدی های بسیار، در شرایطی که لازم بدونه و به سودش هست، پته اون یکی رو یه گوشه ناقابل 150,000 دلاریش رو بیرون میندازه. اما آقای سازگارا، برای راه حل این موضوع بسیار معتقد هستند که باید دین از حکومت جدا بشه، خارج از این چارچوب. مثل همه جای دنیا، در همین آمریکا قرائت های مختلفی از مسیحیت بله وجود داره، منتها این قرائت ها فرصت اینو یا امکان اینو پیدا نمی کنن دیگه، در اروپا یه زمانی بود، بیان و بعد سرنوشت به قول آقای خمینی از خیابون تا صندوق خونه آدم نظارت کنن. راه حل گفته میشه که دین از حکومت جدا، بیرون از این مرز هر کی میخواد هر قرائتی از دین داشته باشه و یا حتی بدون دین، اون دیگه مهم نیست. آیا راه حل همین نیست که بسیاری میگن؟ کاملا
به قول معروف قربون دهنتون های چالنگی. دقیقاً این اون بلوغی است که بشر پیدا کرد و راهلی که 300-400 ساله به تدریج شکل گرفت و کامل شد. ببینید شما در امریکا زندگی میکنید، در اینجا مسلمانهایی رو میبینید که روبنده میندازن راه میرن، همین به فاصله 10 مایلی منزل ما، 15-16 کیلومتری منزل ما، وقتی شما رو سایت اسلامیک فایندر بزنید دست کم 10 تا مسجد فقط هستش، کلیسا هم هست، کنیسه هم هست، معبد هندو بودایی، و خیلی ساده هم ممکنه پیروان اینها یا مبلغین هر کدوم از این مذاهب دعوت میکنن و با همدیگه رقابت هم در واقع میکنن در عرصه دین و باوری که دارند. اما تمام نکته این است که حکومت هیچ دخالتی نداره، بی‌طرف ایستاده و آزادی همشون رو تضمین میکنه. در ایران مشکل این است که قرائت‌های روحانیت حاکم ما و به نظر من روحانیت غیر حاکم هم، حضرات وقتی مواجه شدند با اینکه کالایی که دارند عرضه میکنند، دینی که دارند به مردم معرفی میکنند، جذابیتی نداره، دلی از کسی نمیبره و رقیب رقبایی که الان در میدان هستن، من با این زبون عرض میکنم، در درجه اول مدرنیته و فرهنگ جدیدی که آمده، بعد فرهنگ عرفانی ما، ادیانی مثل مسیحیت، یهودیت، زرتشتیگری، بهاییت و دهها بودیزم جدیدی که آمده، عرفان امریکای لاتینی که آمده و بیدینی و تبلیغ بی خدایی و بیدینی، اینها به هر حال به نوعی آقایون اینها رقیب خودشون میدن، به جای این که برن کالاشون رو درست کنن، برن مطالعهشون رو درست کنن، برن عرضه دینشون رو درست کنن، به زور متوسل میشن، از زور حکومت استفاده میکنن و بگیر و ببند و زندان کردن و شکنجه و از درویش و یهودی و مسیحی و بهایی و سنی و غیره همه رو سرکوب بکنن، غافل از این که حداقل همون قرآنی که بهش معتقدن بازش که بکنن، اون آیه معروف لا اکراه فی الدینش رو بخونن، میبینن که از قضا اگه هر چی تو این دنیا زوری بشه عملی بشه که خیلی چیزا نمیشه، این اتفاقا کالایی است که زوری نمیشه به خورد مردم داد. و درست تاریخ بشر و تاریخ ادیان هم نشون میده درست تأثیر برعکس میذاره. منطقی ترین درست ترین راه حل این است که حکومت نسبت به دین و ایمان مردم بی‌طرف بیسته و نهاد حکومت به هیچ عنوان پایگاهش در نهاد دین نباشه، پایگاهش فقط و فقط در رأی مردم باشه. در واقع این دو شرط لایسیته است و بی‌طرفی حکومت نسبت به ایمان و پایگاه حکومت در رأی مردم و نه در نهادهای دینی، اگر این دو شرط برقرار بشه یک حکومت لایق، به نظر من بیش از هر چیز و پیش از هر چیز به نفع خود دین تمام خواهد شد. این آقایون رو هم که نون دین رو میخورن، وجوهات میگیرن، وادار خواهد کرد که در یک رقابت منطقی و آزاد برن مطالعه کنن، از این بیسوادی و نادانی بیرون بیان و ناچار میشن که حرفی بزنن که مردم واقعا خریدارش باشن، نه اینطور دست به اسلحه بردن و زور بازا. بله متاسفانه نمیدونم چه باید گفت، چه صفتی به کار برد، یعنی در واقع حتی روحانیونی که این حرف رو هم میزنن حکومت ایران تحملشون رو نداره و به زندان میندازه یا منزوی میکنه و هزاران مشکل براشون درست میکنه. وقتی تحمل دراویشون نداره، خب کسانی هم مثل آقای کاظم‌نیا بروجردی که همچنان در زندانه و همین خواستار حفظ آبروی دین بود و حفظ زندگی مردم. اما اینی که من اشاره کردم برای بینندگان توضیح میدم، آقای نوری‌زاده،
این نکته هم هست که خارج از دیوار یا خارج از مرز جدایی دین از حکومت، هر قرائتی آدم میتونه در خلوت و شخصی خودش ذهنش داشته باشه، ولی در عمل قانون هست که چارچوبش رو معین میکنه. وگرنه اگر قرار بود در همین آمریکا بگن خارج از همین وضعیت فعلی بوکو حرام هم میتونه قرائت خودش رو از اسلام عمل کنه، فکر میکنم سرکلش پیدا میشد و هرچی ستارگان این هالیوود این چهار قدم پایین تر بود و میدوزیدن و بعد شرعی در میوردن. شما خودتون آقای چالنگی میشناسید آقای حجت الاسلام عیاد جمال الدین، نماینده مجلس عراق بود، مردی هم است که در ایران بوده، فارسی هم خیلی خوب میدونه. یه روز در یک گفتگو اعلام کرد، گفت ببینید من وقتی میرم به داخل پارلمان قرآنم رو میذارم پشت در، روح القوانین مونتسکیو رو میبرم تو، عمامم هم ور میدارم، اون تو که من رفتم میشم عیاد جمال الدین، شهروند عراقی که در بیرون شغلش قبلا آخوندی بوده الان نماینده مجلسه. متاسفانه ما عکس این قضیه رو داریم میبینیم، داریم میبینیم آدمایی که به ظاهر سویلن، مدنی هستن، روز به روز اینا آخوندتر میشن و ادا. من همین مجلس روزه آقای خامنه‌ای رو میدیدم، اینا که دروغی تو سرکله خودشون میزدن، ریختاشون نگاه میکردم، هر کدوم انبان فساد، انبان جنایت و دزدی، و اینا اونجا اسلام تو سرشون میزدن، دروغ، فریبکاری، تظاهر. و متاسفانه متاسفم که در قرن 21 ملت ایران نتونه یک نظام سکولار داشته باشه. خیلی متاسفم. این نکتم که دکتر سازگارم بهش اشاره کرد، یعنی حتی ما در ایران روشنفکران دینی مونم به این نقطه رسیدن که باید حکومت در ایران حکومت سکولار باشه، افراد رو به خاطر اینکه دینشون چیه محروم نکنن از حقوقشون. شما در ایران کدوم الان شخصیت ارمنی رو دارید یا یهودی یا زرتشتی که دارای یه مقام بالا باشه، وزیر باشه؟ بهایی بیچاره که هیچی، اونو که اصلا به حساب نیاری. کردو اصلا میشه کرد سنی بیاد و مقام بگیره؟ بلوچ اختیار دارید، بلوچ سنی رو مگه میشه بهش مقام داد؟ ترکمن و تالش سنی رو مگه میشه بهش مقام داد؟ این رژیم کوته نظر متعصب و روزخون، اینا متاسفانه بر سرنوشت یه ملت با فرهنگ، ملت با تاریخ، با سلاح مذهب حکومت میکنن. چون این ملت متاسفانه متدین بود، میگم متاسفانه برای اینکه سوء استفاده کردن، ولی دیانت چیز بدی نیست. آمریکا هم در بسیاری از شهرها شما میرید روز یه شنبه همه میرن به کلیسا و این رو مشاهده میکنن، همه اروپا هم همینطور. ولی در ایران متاسفانه ایران ولایت فقیه به این روز افتاد. با شما عزیزان خواهیم بود، به اطراف ایران نگاهی خواهیم انداخت، در منطقه چه میگذره، تا لحظاتی دیگه. خب آقای نوری زاده، ببینید در عراق رئیس جمهوری جدید آمده به جای آقای طالبان و در سوریه کشتارها همچنان شدت گرفته، او تعداد بیشتری رو کشتن. همین آخرین خبر 6 کودک از یک خانواده توسط نیروهای بشار اسد کشته شدن و در بین فلسطینی ها و اسرائیل هم بحران همچنان ادامه داره. نکته ای رو که من مایل هستم بهش توجه بشه بینندگان ما، جنگ در هر جای جهان پدیده خوبی نیست، کشتار یک انسان اقدام درستی نیست، کشتار کودکان بسیار بده، همه اینها هست، فرق نمی کنه از چه مذهب و چه کشوری هستند، آفریقایی، آسیایی، اروپایی، آمریکایی، هر چه که هست. خارج از نگاهی بر مبنای احساسات انسانی، آقای نوریزاده پرسش اینه، بین اسرائیل
یا بین فلسطینی ها و اسرائیل چه میگذره؟ یعنی حماس چرا چون این بحرانی رو آغاز کرد که بارها و بارها تجربه شده؟ چرا آتش زد به یک بحران خفته ای که به هر حال قدم هایی برای حلش برداشته میشه؟ ببینید آقای چالنگی، حماس این کار رو نکرد. داستان این بود وقتی حماس با فتح به تفاهم رسیدن و دولت تکنوکراتی در فلسطین تشکیل شد که نه رنگ فتح داشت نه رنگ حماس، جمهوری اسلامی، اسرائیل و سوریه از این هم خوشنود نبودن. این خیلی چیز روشنیست، آشکاریست. من نبیل ابو رودین، سخنگوی ابو مازن، رئیس جمهوری فلسطین، خود ایشون به من گفت ما خبر داریم جمهوری اسلامی تلاشایی داره میکنه از طریق جهاد اسلامی که بچه جمهوری اسلامی است و یه جناحی در حماس به رهبری محمود ظهار، دارن تلاش میکنن با یه خرابکاری، با یه برنامه‌ای جلوی این مصالحه رو بگیرن و روند صلح رو هم متوقف کنن. یعنی این پیش بینی میشد، میدونستن ربودن سه شهروند اسرائیلی با برنامه ریزی بود. ابو مازن چند روز بعد از ربودن گفت این بزرگترین جنایت در حق مردم فلسطین و صلحه، برای که کاملا آشکار بود برای چی این کار کردن. بعد یهودیان تندرو یک جوان بیگناه فلسطینی رو در بامدادان که به نماز میرفت گرفتن و زنده زنده آتش زدن، یعنی درست اون طرف رو تحریک کردن. بعدم آقای نتانیاهو پاشد به انتقام اون سه نفر، پاشد رفت خونه های مردم غزه رو بر سرشون خراب کرد. ببینید تمام تلفات اسرائیلیا تا امروز نظامی بودن، غیر از یه مورد، یا تمام تلفات فلسطینی ها تا امروز غیر نظامی بودن، چون نظامی هاشون که ما نمیبینیم، شاید 100 تا هم از حماس کشته شدن، اما ما 700 تا بچه و کودک و زن و پیر رو میبینیم در منطقه اتوفا. آقای نوریزاده، یک دونه موشک شلیک نشده. اول سخن این که شما اشاره میکنید یک جناحی در حماس، آقای محمود ظهار، بله، ما نمیتونیم بگیم که وقتی که انجام، آقای محمود ظهار کم کسی نیست. بله. آقای محمود ظهار، شما یادتون هست که زمانی هم اشاره هم کردین البته در همین سخنان، بله، با پولی که از جمهوری اسلامی گرفته بود سر مرز وارد منطقه بود چیز کردن. ببینید اینی که کشته شدن، خب من حرف من همین هست، من اخبارش همه جا هست، بسیار کار بدی هم کردن اسرائیلی ها، چون این کردن خانه های مردم غیر نظامی رو، اما حرفی هم که اونو میزنن این هستش که این حماس در اردوگاه هایی که مردم ساکن هستن یا جایی هستن سنگر میگیرن. حرف من اینا نیست، حرف من این هست، این سیاست چی بوده؟ چه کسی، چه به آقای محمود عباس گفته تاجران جنگ هستن هر دو طرف، کاملا. یعنی اینو الان شما ببینید، مسئله سوریه، کشتار مردم سوریه تحت شعاع قرار گرفته، عراق همینطور، بله. من درست. یعنی من دنبال این میگردم، این چه کسانی بهره‌مند میشن از این اوضاع؟ آقای لیبرمن، آقای محمود ظهار، آقای سید علی خامنه‌ای، روزه‌ای که آقای خامنه‌ای برای مردم فلسطین پیروز خون، من واقعا آقای شرمنده شدم به عنوان یه ایرانی. شما فکر کنید اون مرد بزرگ عبدالله نوری تو دادگاهش گفت شما دیگه از فلسطینی ها فلسطینی تر میخواین باشین. شما فکر کنید یه ملتی میگه آقا جان درسته اینجا سرزمینی بوده که من توش زندگی کردم، اما یه ملت دیگه هم میگه آقا جان منم 6000 سال پیش ریشم اینجاست، مقدساتم اینجاست. اروپا جنایت میکنه، 6 میلیون یهودی رو میکشه، فلسطین هم تحت الحمایه است، میان تقسیم رو میارن، میگن خب این به دو سرزمین تقسیم بشه، عربا نمیپذیرن، 4 تا جنگ میکنن، تو هر 4 تا شکست میخورن. عرفات چریک انقدر درایت داره، میره در اسلو با بزرگ مردانی در پس پرده مثل رابین، مثل شیمون پرز میشینه و صلح میکنه، برمیگردن به فلسطین، میگن طرح صلح ملک عبدالله که خود شما تو بیروت بود اون وقت ولیعهد بود تو کنفرانس سران عرب، ایشون هم میاد طرح صلحشو میده، میگه که آقا جان اسرائیل به پشت مرزهای 67 بره، 22 کشور عربی به رسمیت میشناسنش. این طرح رو کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی از جمله جمهوری اسلامی به رسمیت میشناسن و
و در یک اعلان یک صفحه‌ای در الحیات چاپ میکنن. حالا آقای خامنه‌ای اومده میگه نخیر، تمام این طرها بی خود، صلح بی خود، همه فلسطین رو ما باید بگیریم، اسرائیلیا هم باید لابد مثل احمد شوقیری بریزیمشون تو دریا. این منطقه که غزه رو به این روز انداخته، برای اینکه آقای لیبرمن هم دلش میخواد آقای خامنه ای از این حرفا بزنه، چون میده میدون دست اون. در اسرائیل یوسی بیلین تصمیم نمیگیره، خانم لبنی تصمیم نمیگیره، آقای شیمون پرز هم تصمیم نمیگیره، تصمیم رو آقای لیبرمن و آقای نتانیاهو و یهودیان مهاجر از روسیه و اوکراین دارن میگیرن. این اسباب تاسف. بله، همون تاجران جنگ که اشاره میکنه آقای محمود عباس. به یوسی بیلین اشاره کردن، این رو من مایلم بگم که آقای یوسی بیلین برای بینندگانی که احتمالاً نمیدونن، از معماران صلح فلسطینی ها و اسرائیل بود، شاگرد بلافصل اسحاق رابین بود، مرد صلح طلبی که دو قربانی داد، دو قربانی سرشناس انور سادات و اسحاق رابین، صلح عرب و اسرائیل. یوسف بلین مقام وزارت دادگستری اسرائیل رو هم داشت. پیمان صلحی که امضا شد در نروژ، در واقع یوسف بلین مبتکرش بود و پیشبرندش بود از طرف اسرائیل. ندای صلح‌خواهانه‌ای که اسحاق رابین و انور سادات در واقع بنیانگذارش بود در منطقه، و متاسفانه این روزها در زیر صدای گلوله ها و کشتارها ناشنیده مونده. آقای سازگارا، تفسیر شما رو میشنویم. ببینید، قربانیان مردمان فلسطین و ناامنی برای مردمان اسرائیل، غیر نظامیان کشته نمیشن، دو سوم مردمان اسرائیل در منطقه در پناهگاه ها به سر میبرن. حرف من اینه، جنگ، کسی که خواهان جنگ هست مثل حماس حداقل پناهگاهی برای مردم میسازه با این پولهای کلانی که کمکهایی که گرفتن. اینی که مردم رو دم گوشت توپ دم گوشت دم توپ کردن، که اقلا شما که قدنامی سول یا هیچی دم نمیپذیرین، آتش بس نمیپذیرین، و این مردم بیچاره فلسطین رو یه جایی برای باید برشون بسازین پناهگاه داشته باشن اگر اسرائیل حمله کرد که میکنه. تفسیر شما رو میشنم. من چند نکته رو خیلی سریع عرض بکنم. نکته اول اینکه غزه یکی از متراکمترین، یعنی نفر نمره یک رو در دنیا داره به لحاظ تراکم جمعیت، نزدیک به 2 میلیون آدم در ناحیه‌ای بسیار کوچک زندگی میکنن، و بنابراین هر نوع درگیری تلفات انسانی بالایی ایجاد میکنه. نکته دوم این که اسرائیل حکومت خشنی است. به هر حال در تاریخ تشکیلش تا کنون هم دیده شده اگر یک نفر ازش بکشن شاید 100 نفر رو بکشه، و این چیزی نیست که امثال آقای حماس ندونن. از نظر من هم حمله به مدرسه، بیمارستان، مردم عادی کشته شدن محکومه، و به خصوص این جناح راست اسرائیل که در آستانه انتخاباتشون به قول شما تاجرای لغت که به کار میبرید، تاجرای جنگ، این فضای نظامی و جنگ رو برای انتخابات پیش رو هم میخواهند. اما از اون طرف هم باید گفت به نظر من در این جنگ اخیر همان قدری که اسرائیل مقصره، حماس هم مقصره. حضراتی که حاضر نشدند حتی قاتلین اون سه نوجوان رو محاکمه کنند، مطرح بکنند، در خلاف اسرائیل که قاتل اون نوجوان رو محاکمه کرد، دستگیر کرد، و کاسبایی مثل آقای خالد مشعل که صراحتاً در مصاحبه میگه ما میدونیم این راکت ها ارزش نظامی نداره ولی ارزش سیاسی داره. ارزش سیاسیش هم یعنی این که حضرات مردم رو تا الان نزدیک به 600 نفر رو به کشتن دادن، یا اسرائیل کشته، هر دو طرف مقصر، اما آقایون دنبال پول از ترکیه هستن، از قطر هستن، و ایزوله کردن جناح محمود عباس و کاسبی سیاسی و مالی که واقعا دارن با قیمت جون مردم فلسطین. آقای نوری‌زاده، سپاسگزار هستیم. همینطور آقای سازگارا، با سپاس از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان
خوش دلهایتان شاد.